بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. به لکچر در مورد کامپوننت ها میخونیم و یاد میگیریم که کار کامپوننت ها در داخل ریاکت چی هسته و دقیقا چی قسم ما میتونیم کامپوننت ایجاد کنیم. خب اولی که ما قبلا هم بخوندیم، کامپوننت میگیم بلدینگ بلاک های ریاکت اپلیکیشن مونه، یعنی که یک اپلیکیشن ریاکت ما وقتی تیار میکنیم تمام اجزایی که در داخل یوزر اینترفیس ما میبینیم اونا به نام کامپوننت یاد میشه. کامپوننت ها ریوزبل، یعنی وقتی ما مثلا یک باتون اینجا ایجاد میکنیم، این باتون میتونیم به 100 جا استفاده کنیم و این خوبی کامپوننت هایی که در داخل ریاکت میتونیم ما کامپوننت وقتی استفاده میکنیم یا تیار میکنیم به چندین جا رو استفاده کنیم. کامپوننت ها مثل کد HTML که از خود خود رفتار و استایل های خاصی داره. مثلا به اینجا شما میبینید این باتون AC این میشه یک کامپوننت که میتونیم برای از بگیم یک ساختار و دیزاین خود خود داره، یا HTML و CSS خود خود داره، یا این باتون HTML و CSS خود خود داره، این باتون مثلا یک کامپوننت دیگه. ببینیم این جگه این کامپوننت ها همه با هم یک جا شده، یک یوزر اینترفیس ساخته. پس کامپوننت ها رو ما میتونیم ریوز کنیم. فرض کنیم یک کامپوننتیه که ما تونستیم چند بار از این ریوز کنیم بدون از اینکه بیاین دوپلیکیت کد نوشته کنیم. خوبی کل کامپوننت در داخل ریاکت همینه که ما میتونیم کامپوننت ها به صورت ریوز استفاده کنیم. البته خوبی ها دیگه هم داره که به سلاید بعدی متوجه میشیم. خب چرا کل ریاکت میگم که بیشتر در مورد کامپوننت های، به خاطر از اینکه ریاکت به اساس کامپوننت ها کار میکنه یا آرکیتکچر کامپوننت بیس داره و کل انتایر اسکرین ما یا یوزر اینترفیس ما به کامپوننت های کوچکتر و ریوزیبل تقسیم میشه و همی استرکچر کامپوننت بیس باعث میشه که کد ریوزیبیلیتی و مینتینبیلیتی و اسکیلیبیلیتی بالا بره. ریوزیبیلیتی یعنی که یک بار کد نوشته میکنیم 100 بار استفاده میکنیم. مینتینبیلیتی یعنی که اگر یک زمان کد شما مثلا یک پروژه خیلی کلونی داریم به مشکل میخورید، بر دیباگینگ خیلی خوب و راحت میتونیم شما مشکل پیدا کنیم که مشکل از کجا بوده و بعد میتونیم راحت حل کنیم، خاطر از اینکه کد دوپلیکیت نداریم شما. و اسکیلیبیلیتی هم به خاطر از این گفته میشه که اگر شما اپلیکیشن رو خواسته باشیم اکستند کنیم یا ای که کلونتر کنیم یا فیچر برای اضافه کنیم، بازم میتونیم خود کامپوننت ها این کار انجام بدیم. کامپوننت ها برای ما اجازه میده که به روش ماژولر پیش بریم، یعنی که میتونیم شما یک اینترفیس بزرگ بیاییم به اینترفیس های کوچکتر یا کامپوننت های کوچکتر تقسیم کنیم و بعد همه گیر خودیم یک جا کنیم تا او اینترفیسی که مهم بسازیم. و خوبی دیگه که ریاکت داره اینه که ورچوال دام داره. ورچوال دام اگر یاد شما باشه قبلا هم بخوندیم، باعث میشه که امو الیمنت هایی که یا امو کامپوننت هایی که نیاز هسته همونا رو بیایه به روی اکچوال دام اونا رو رندر کنه، یا ای که بیایه دوباره یک تغییر اگر شما میدیم داخل اینترفیس فقط امو قسمت میایه ری رندر میده به روی اکچوال دام و در حقیقت باعث میشه که بهینه سازی شه، سرعت و اپلیکیشن و عملکرد اپلیکیشن ما بالا بره. ای که دقیقا این کارا چی قسم انجام میشه به بک‌گراند انجام میشه، ما به اونا کار نداریم. خوبی هایی که کامپوننت های ریاکت داره یا وقتی ما از کامپوننت بیس داخل ریاکت استفاده میکنیم زیاده، ولی به اینجا ما چند دونه رو فقط ذکر کردم. یک از اونها هست ریوزیبیلیتی که قبلا هم برای شما بگفتم. یک کامپوننت میتونیم به قسمت های مختلف از اپلیکیشن استفاده کنیم و باعث میشه که کد کمتری نوشته کنیم، از تکرار کد جلوگیری میکنه. ماژولاریتی باعث میشه که شما رو یک فانکشن یا یک قسمت خاصی از اپلیکیشن فقط کار کنیم که یه مو قسمت از بقیه قسمت ها مجزا میکنه و باعث میشه که کد ارگانایز شده داشته باشیم و به حساب مینتینبیلیتی هم باز برای شما این قسمت یا این ماژولاریتی کمک میکنه. بیشتر گفتم مینتینبیلیتی یعنی که اگر مثلا یوزر بر روی یک باتون کار میکنه، اگر یک زمان مشکل میخوره سیستم فهمیده میشه که مربوط میشه با کامپوننت باتون، راحت میتونه رو بره دسکری کنه. کلابوریشن به قسمت تیم ورک، زمانی که خواسته باشیم روی یک پروژه کار کنیم یوزرهای مختلف روی کامپوننت های مختلف همزمان بدون کدام کانفلیکت میتونم کار کنم. اسکیلیبیلیتی کامپوننت ها میتونیم شما اد کنیم یا ریپلیس کنیم به خاطر از اینکه فانکشنالیتی اپلیکیشن رو ببریم بالا.
User experience زمانی که کامپوننت ها رو به حالت ماژولر میایم درست میکنیم باعث میشه که ریسپانسیو اینترفیسی داشته باشیم و همین خودی و یوزر اکسپریانس یوزر رو بالا میبره. خب حالا میایم سر از این موضوع صحبت میکنیم که چی قسم کامپوننت ساخته میشه. به صورت عملی به لکچر بعدی ما کامپوننت تیار میکنیم، به لکچر فقط توضیح میدم که با بک‌گراند چی کارهای انجام میشه. زمانی که ما HTML و CSS و جاوا اسکریپت میایم یک جا میکنیم، در حقیقت فاندیشن ریاکت کامپوننت ما ساخته میشه، یعنی که وقت HTML و CSS جاوا اسکریپت خودی هم کار میکنیم اساس کامپوننت ریاکت ساخته میشه. ما یک چیزی به نام J6 داشتیم که مخفف جاوا اسکریپت XML بود و برای ما اجازه میداد که ما کد HTML در داخل جاوا اسکریپت نوشته کنیم و استایل ها مثل استایل انلاین یا هر استایل دیگر یا مثلا استایل اکسترنال را ما میتونیم در داخل جاوا اسکریپت استفاده کنیم که ما به داخل ریگولر جاوا اسکریپت یا جاوا اسکریپت ساده نمیتونستیم این کارو بکنیم. کلاس ها و سلکتور ها و آیدی و تارگت یا هر چی که داشتیم همه گیر بازم میتونیم ما به داخل جاوا اسکریپت استفاده کنیم و لاجیک و فانکشنالیتی فقط توسط خود کامپوننت نوشته میشه، یعنی داخل کامپوننت لاجیک و فانکشنالیتی کد ما داخل کامپوننت نوشته میشه و ریاکت کامپوننت ها که هسته برای ما HTML و CSS و جاوا اسکریپت خودی هم یک جا میکنه که بتونیم یک اینترفیس اینتراکتیو تیار کنیم. مثلا به این جگه یک کامپوننت میشه، یک کامپوننت دیگه میشه، یک کامپوننت دیگه میشه و یک دیگه. حالا ما وقتی خواسته باشیم یک اینترفیس تیار کنیم میتونیم ریوز کنیم، مثلا از این کامپوننت دو دفعه ریوز کردیم، از این دو دفعه ریوز کردیم، از یک دفعه استفاده کردیم و از این هم سه دفعه استفاده کردیم و این باعث شده که همین اینترفیس اینتراکتیو ما بسازیم و به داخل از این کامپوننت ها ما میتونیم کد HTML و CSS و جاوا اسکریپت خودی هم نوشته کنیم. در داخل دنیای برنامه نویسی ما دو رقم پارادایم پروگرامینگ داریم، یکی به نام امپراتیو یاد میشه و یکی به نام دکلراتیو یاد میشه. به حالت امپراتیو فوکس دیولپر یا برنامه نویس بیشتر روی از اینه که استپ به استپ اینستراکشن ها رو به کمپیوتر بگه و کمپیوتر بیایه او رو اجرا کنه، یعنی بیشتر میتونیم بگیم که یوزر باید زحمت بکشه یا دیولپر باید زحمت بکشه و دستورالعمل ها استپ به استپ به کمپیوتر بفهمونه و به حالت دکلراتیو بیشتر شما یا دیولپر روی از این کار میکنه که نتیجه برای یوزر یا برای کمپیوتر بفهمونه. مثلا میگه ما همیت یک نتیجه ای کد ما به دست بیایه، استپ به استپ نوشته نمیکنه، فقط میگه اوتپوت ما هم که همیت یک حالت باشه و بیشتر فوکس پس روی اینه که اوتکام میای برای کمپیوتر میفهمونه، ولی با حالت امپراتیو استپ به استپ کد نوشته میکنه و کمپیوتر رو اجرا میکنه. پس دکلراتیو و امپراتیو اینا روش های برنامه نویسی هم که یا دو روش برنامه نویسی هم که کمپیوتر پروگرامر ها از اینا استفاده میکنن و به هر زبان برنامه نویسی این پارادایم ها متفاوته. دکلراتیو پروگرامینگ بیشتر روی از این کار میکنه یا مشخص میکنه که چی کار باید انجام بشه بدون از این که بیاید در مورد از این کار بیاید استپ به استپ نوشته کنه، در حالی که امپراتیو پروگرامینگ بیشتر روی از این کار میکنه که استپ به استپ کار یا تسک میای نوشته میکنه که کمپیوتر رو انجام بده. مثلا شما اینجا فرض کنیم که یک کار مایم انجام بدیم، اینیشل استیت مونه یا یک استیت داریم یا یک لوپی داریم که به سلاید بعدی هم باز میبینیم و به اینجا باید شما استپ به استپ کار نوشته کنیم تا اینکه کمپیوتر بیای رو اجرا کنه و این رزالت شما میشه، ولی به اینجا شما میایم مشخص میکنیم که چی رقم باید کمپیوتر کد رو اجرا کنه و اوتپوتی که شما مایین باید چی رقم انالایز بشه. به این جگه اوتومات دیگه مشخص شما چیزی نمیکنیم، در حالی که به این جگه استپ به استپ نوشته میکنیم، به اینجا چی نوشته نمیکنیم خود کمپیوتر میایه او اجرا میکنه. یه حالت دکلراتیفه. ریاکت هم که هست به اساس دکلراتیف پروگرامینگ کار میکنه و خوبی از همینه که به حالت امپراتیف میگن که به حالت امپراتیف بیشتر کار دیولپر انجام میده و کمپیوتر فقط دور اجرا میکنه و با حالت دکلراتیو بیشتر کار کمپیوتر میکنه و برنامه نویس فقط میگه که من چه چیزی نیاز دارم. با حالت امپراتیو مثلا اگر فرض کنیم ما یک آرایه داریم به نام جان، سارا و میشل،
اگر ما خواسته باشیم که اطلاعات از اینا رو فرض کنیم ما این بگیریم و به داخل یک آرای دیگه بیایم اونا رو بندازیم یا چال داخل یک روت المنت بیایم به یک دیوی اور مینیس چایلد اپند کنیم، خب باید ما دونه دونه از اینا رو بگیریم برای از اینا فرض کنیم کد میتونه که دونه دونه بگیریم داخل یک یویل بندازونیم، نه یویل وجود داره نه الای، همه گیر باید بسازیم، بیالت لوپ تیار میکنیم، دونه دونه المنت ها میگیریم برای نه الای تیار میکنیم، اونا رو داخل لیست کانتینر ما که همون یویل اپند میکنیم یا اینا رو مندازونیم داخلی و کل لیست کانتینر رو هم داخل روت مندازونیم، یعنی که باید به حالت کد نوشته کنیم، در حالی که به حالت دکلراتیو شما میتونید خیلی راحت آرای خود تعریف کنیم و از UL و LI خور همه گی بم داخل جاوا اسکریپت نوشته میکنیم و همه گی کامپوننت خور هم میایم رندر میکنیم به هر جایی که خواسته باشیم، مثلا داخل روت المنت ما این کمی نیم لیست رندر بدیم، به این حالت میای برای شما LI یعنی به حالت LI یا لیست میاید نام هر کدام را چاپ میکنه. میبینیم اینجا ما از map استفاده کردیم از فانکشن map که مربوط به آرای ها میشه. پس خوبی ریاکت اینه که دکلراتیو، یعنی با اپروچ دکلراتیو شما کد نویسی میکنیم و همین دکلراتیو پروگرامینگ یا دکلراتیو یو آی رندرینگ برای ما اجازه میده که ما بیاییم به اساس current state و props که حالا بس state و props بعدن میخونیم، ما میتونیم به اساس همین state فیلی بیاییم یو آی رندر کنیم، یعنی که مثلا فرض کنیم که استیت فیلی سارایه برای یوزر سارا رو نشون میده، استیت فیلی جان مثلا برای یوزر جان نشون میده بدون از اینکه ما بریم کدام جای تغییرات بیاریم، ما فقط میگیم که به یک استیت یا به یک پروپس باید یو آی ما چی قسم نمایش داده شه، همین میشه دکلراتیو. مثلا ما میگیم و زمانی که فرض کن میگیم زمانی که سارا بود یو آی اینترفیس به حالت شه، اتومات خود ریاکتی کارا رو انجام میده دیگه، نیاز نیه که ما کدام کانفیگوریشن دیگه مثل امپراتیو بریم استپ به استپ نوشته کنیم، همه کار خود ریاکت انجام میده. پس اگر خلاصه بیاییم بگیم که ما به این لکچر چی خوندیم، ما بخوندیم که کامپوننت ها بلدینگ بلاک های ریاکت اپلیکیشنه که برای ما اجازه میده که کدا رو بیاییم ریوز کنیم و به حالت ماجولاریتی کد نویسی کنیم و ریاکت فوکس ریاکت خودی روی کامپوننت هایه که همی کامپوننت بیس استراکچر یا آرکیتکچر برای ما اجازه میده که کد رو بیاییم ریوز کنیم، بیاییم به حالت کد نویسی کنیم که بعداً به قسمت مینتیننس به مشکل نخوریم و اگر خواستیم بعداً اسکیلیبل کنیم اپلیکیشن خور بازم فلکسیبل باشه و میتونیم راحت کل ویب اپلیکیشن خور اسکیلیبل کنیم یا ای که یک قسمت رو کم کنیم یا یک قسمت رو بری و اضافه کنیم. پس با استفاده مؤثر از کامپوننت ها دیولپر ها میتونن که یوزر اینترفیس های فلکسیبل بسازن. خب به لکچر همی اندازه کافیه، به لکچر بعدی به صورت عملی خود شما پروژه ریاکت شروع میکنیم. تشکر، موفق باشیم، وقت خوشی داشته باشیم، خدا نگهدار.